مقامات تاجیک تصمیم گرفتند که در اساس قانونی درآمدن زنهای سترپوش به قرارگاه های دولتی و خصوصی منع کرده شود. چی طوری که رادیو آزادی می نویسد، حالا یک گروه مخصوصی کاری به تهیه طرح پرداختند که انتظار می رود ورود زنهای حجابدار را به تمام اداره و مؤسسه ها نوابسته از شکل مالکیتشان ممنوع کند. گروه در نزد مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان تشکیل شده است. حالا که خدا را با عقل می شناسند و با قلب می پرستند، نه با سر و لباس و ستر و حجاب و سلاوریش. مشاهدان قید میکنند که کاری مذکور قدمی نوبتی رژیم رحمان برای قطعیان من کردن پوشیدن لباسی اسلامی با زنان در کشور می باشد. تا به امروز خدمات های قدرتی در جایهای جمعیتی رید ها میگذاراندند و زنهای حجاب پوش را دستگیر نموده به آنها با بهانه پوشیدن حجاب به مدنیت و فرهنگ تاجیک خلاف است تهدید میکردند. یک مقامی مرکز ملی قانونگذاری روز 14 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کمیسیا پس از سپارشی دستگاه اجرایی پرزیدنت در این زمینه به کار شروع کرد. به اطلاع این مسئول مرکز ملی قانونگذاری، قرار است روز 18 دکبر در جریان یک نشست یا میزی گرده در دوشنبه نمایندگان تمام وزارت و اداره های دولتی تاجیکستان این مسئله را بررسی خواهند کرد. در مرکز ملی قانونگذاری میگویند بر پایه نظر و اندیشه های وزارت و اداره های دولتی طرح قانونی نوی محدود کننده داشتن روسری و حجاب را تهیه میکنند. مؤلف تشبث منع قانونی روسری و حجاب برای بانوان تاجیک کمیته زنان و آیله تاجیکستان میباشد. این کمیته در یک نامه از دادستانی کلی تاجیکستان درخواست کرده است که به طور قانونی ورود زنها را با ستر و حجاب به اداره و تشکیلات نوابسته از شکل مالکیت، یعنی هم دولتی و هم غیر دولتی، منع کند. زکس یا ستر تو نکشه دارید یا وابشه نکشه.